سلام، به مجموعه خبری ساعت 7 از آینه با من گل احمد حبیبی خوش آمدید. امروز جمعه 8 حسد 1400 هجری خورشیدی که برابر می شود با 30 جولای 2021 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، واپسگیری چندین قریه از دست جنگجویان طالبان در ولایت تخار، نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش تهدیدها در خبرنگاران، و عروسی دست جمعی از سوی یک نهاد خیریه در کابل. مشروع خبرها، در نتیجه عملیات تصفیه‌ای در ساحه اول شهر طالقان مرکز ولایت تخار، 4 تن از جنگجویان گروه طالبان به دست نیروهای امنیتی کشور افتاده است. مقامات محلی ولایت تخار میگویند که در عملیات نیروهای امنیتی کشور شب گذشته چندین قریه از وجود جنگجویان گروه طالبان پاکسازی شده و گروه طالبان پس از تلفات سنگین از ساحه فرار کرده اند. از سوی هم شماری از بزرگان ولایت تخار از پامردی نیروهای امنیتی کشور استقبال نموده می افزند که آنان گام به گام با نیروهای دیلر کشور خواهند بود. پس از سقوط شماری از ولسوالی های ولایت تخار به دست طالبان، نبرد های شدید میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان به مرکز این ولایت نیز شدت گرفته است. در همین حال مولوی عبدالله قرلاق والی ولایت تخار از آغاز عملیات تصفیه‌ای در اطراف این ولایت خبر داده میگوید که شب گذشته در نتیجه عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی با هماهنگی بسیج مردمی در این ولایت، 4 تن از افراد کلیدی گروه طالبان به دست نیروهای امنیتی افتاده و چندین قریه نیز از وجود جنگجویان طالبان پاکسازی گردیده است. امروز در نتیجه عملیات تصفیه‌ای که در ساحه حوزه اول شهری در هماهنگی با نیروهای دفاعی و امنیتی و قوات‌های مردمی بسیج‌های مردمی برای انداخته بودیم، خوشبختانه در نتیجه عملیات امروزه فامیل عزیزی که ما با شما صحبت میکنم، قریه‌جات ماجر قشلاق، مول قشلاق و گنجلبیک، گسپور، آهندره اینا تصفیه شده به تصرف نیروهای قهرمان دفاعی امنیتی ما آمده و این عملیات جریان داره به هدف و به غرض از اینکه ما بریم به طرف خدا خواسته باشه خطایان و به طرف تنگی. مقامات محلی ولایت تخار میگویند که این عملیات با هماهنگی نیروهای خزش مردمی، بسیج‌های مردمی و نیروهای امنیتی کشور در ساحات مختلف این ولایت آغاز گردیده و در نتیجه تلفات سنگین بر گروه طالبان وارد گردیده است. در پهلوی تصرف قریه‌جات دشمن تلفات هم داشته، 4 نفر ما اسیر داریم که عملا شما دیدیم و 2 نفر هم مردهشون به دست نیروی امنیتی ما غلطیدن و 5 اراده وسایط متسکل و وسایط موترشان به دست نیروی امنیتی ما غلطیدن و تلفات سنگینی را اینا متحمل شدن. در حوزه اول شهر طالقان تخار برگزار شد و در نتیجه بعد دشمنان تلفات سنگین وارد شده و در نتیجه در ادامه تلفاتی که دشمن داشته به تعداد 5 نفر از دشمنان هم دستگیر شده. این در حالی است که از چندین ماه بعد این سو جنگجویان گروه طالبان حملات تهاجمیشان را در ولایت‌های جوزجان، فاریاب، کندوز و تخار افزایش داده است که در این درگیری‌ها با گفته مقامات امنیتی صدها تن از گروه طالبان کشته و زخمی شدند.
کمیته مشترک دولت و رسانه ها می گویند که رسانه های محلی در مناطق تحت کنترل طالبان مجبور شدند پوشش خبری خود را محدود کنند و حتی در برخی موارد سیاست پخش خود را تغییر دهند. از سوی هم سازمان گزارشگران بدون مرز با نگرانی از افزایش تهدیدها در باره خبرنگاران از جامعه جهانی می خواهند که امنیت روزنامه‌نگاران را در داخل خاک افغانستان تأمین کنند. در میان محدودیت های اخیر در رسانه ها و روزنامه‌نگاران در افغانستان، مسئولین کمیته مشترک دولت و رسانه ها اکنون می گویند که برخی از روزنامه‌نگاران رسانه های محلی در مناطق تحت کنترل طالبان مجبور شدند تا شغل خود را ترک کرده و برای یافتن رسانه های فعال به کابل بازگردند. در همین حال گزارشگران بدون مرز و کمیته مشترک بین دولت و رسانه ها طرحی را برای رفع این نگرانی ها بعد دولت افغانستان ارائه کردند. با سقوط یک تعداد اراضی ها از سوی طالبان، سبب سقوط نشرات چاپی، شنیداری و دیداری، یعنی رادیو و تلویزیون شده و بعضا به صورت اتوماتیک شیوه نشراتی خود را هم تغییر داد. سازمان گزارشگران بدون مرز با نگرانی از تشدید خشونت‌ها در کشور از جامعه جهانی می‌خواهد که امنیت روزنامه‌نگاران را در داخل خاک افغانستان تأمین کنند. با گفته مسئولین این نهاد، سقوط پی همه ولسوالی‌ها به دست طالبان روند عادی اطلاع رسانی را با چالش روبرو کرده و این امر سبب دلسردی خبرنگاران در روند اطلاع رسانی شده است. واقعیت این است که یک جنگ روانی، یک جنگ سرد و ایدئولوژیک علیه نه تنها حکومت افغانستان که علیه آزادی اطلاع رسانی، علیه خبرنگاران افغانستان به راه افتاده است. از سوی دیگر برخی از روزنامه‌نگاران افغانستان میگویند که آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم از سوی دولت و طالبان تهدید میشوند و تلاش های مداوم و نیات های حامی رسانه ها برای حفاظت از آنها کافی نمی باشد. وضعیت طول خبریاران په افغانستان که په هر ولایت که طول خبریاران سخت اندیکمن کړی دي که چیرې دغه موضوع نور هم دوام پیدا کړي په افغانستان که به د اطلاع رسونه محدوده نور هم تنگ شي و این کار برای خبرنگارا سخت میسازه. اگر کشته هم شوه، اگر زخمی هم شوه، پرونده ها به صورت درست و جدی بررسی نمیشه که میتونه یک وضعیت بحرانی و نگران کننده باشه برای جامعه خبرنگاری افغانستان. نگرانی ها از افزایش تهدیدات امنیتی علیه خبرنگاران در حال بالا گرفته است که بعد تازگی طالبان ساختمان یک رادیوی محلی را در ولسوالی دهرارود ولایت اروزگان تخریب و وسایل آنها را با خود بردند. یگانه رادیوی محلی که صدای مردم را بلند می کرد، صدای دهرارود یا دهرارود غک را منهدم می سازند، چور و چپاول می کنند و آنتنش را پایین می کنند. این نشان می‌دهد که طالبا به حق مردم افغانستان احترام ندارند و به حق اینا جفا می‌کنند. بر اساس یافته‌های گزارشگران بدون مرز، 11 روزنامه‌نگار در یک سال گذشته در افغانستان هدف قرار گرفتند. از سوی دیگر، روزنامه‌نگاران افغانستان در این زمینه دولت را به بی‌توجهی متهم کرده می‌گویند تا هنوز انگیزه یا جزئیات مرگ هیچ روزنامه‌نگار را با رسانه‌ها در میان نگذاشته است. پس از سقوط ولسوالی ها در ولایت های شمال و شمال شرقی کشور، گروه طالبان حملاتشان را در مراکز این ولایت ها شدت بخشیدند. مسئولان امنیتی در شمال و شمال شرقی کشور میگویند که حملات جنگجویان گروه طالبان چندین بار در ولایت های فاریاب، جوزجان و تخار پس از تلفات سنگین بر این گروه عقب زده شده است. احمد وایس علمدار، فرمانده لوای اول قل اردوی 209 شاهین مستقر در فاریاب، میگوید که رهبری جنگ در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب جنگجویان خارجی به عهده دارد که چندین بار از سوی نیروهای امنیتی کشور در شماری از ساحات شهر میمنه تلفات سنگین وارد شده و جنگجویان گروه طالبان از ساحه متواری شدند.
با اون که نزدیک به 2 سال می شد ولسوالی های ولایت های فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار، قندوز، بلخ و بدخشان در محاصره طالبان قرار داشت که حکومت مرکزی به خاطر واپسگیری مناطق از دست رفته پلان عملیات تصفیهوی نداشت که همکنون پس از سقوط ولسوالی ها جنگ در مراکز این ولایات شدت گرفته است. در همین حال فرمانده لوای اول قلعرده 209 شاهین مستقر در فاریاب میگوید که رهبری جنگ طالبان را در شماری از ولایت ها بالاخص در ولایت فاریاب جنگجویان خارجی به عهده دارد که این گروه چندین بار در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب حمله کردند که پس از تلفات سنگین از ساحه متواری شدند. درست است که در صفوف طالبا تعداد از اجنبی های کردل به شمول جنرال های پاکستانی از چچنی و ازبیکا و از سایر مملکت ها اینجا خارجی ها حضور دارند در بین جنگجوی طالب، اما این موضوع هیچ نوع تأثیر منفی بالای روحی پرسنل ما نداره و نداشته. این فرمانده ارشد نظامی در فاریاب میگوید که به خاطر واپسگیری مناطق از دست رفته و همچنان ضربه زدن و از بین بردن دشمنان در این ولایت عملیات زمینی و هوایی را آغاز خواهند کرد. ما هم از طریق هوا تعقیبشان کرده میتونیم، هم زمینی عملیات ها را ما روی دست داریم انشاءالله که به خاطر ضربه زدن و از بین بردن از اینا کار جریان دارند. از سوی هم شماری از باشندگان و آواره شدگان پس از درگیری ها از طرف های درگیر نبرد می خواهند که جنگ برادرکشی را خاتمه داده و با هم به صلح بپیوندند. تأسف می کنیم که هم اگه ما یک برادر هستیم به خاطر کشتن یکی دیگه خود اقدام می کنیم. این خود از نگاه شرعی درست نیست. برادر مسلمان یکی دیگر خدا دعاوش باید بگیرند و راه صلح پیش مبرند. از سوی دیگر شماری از فرماندهان محلی در ولایت بلخ پس از واپسگیری ولسوالی کلدار میگویند که اتحاد و اتفاق در میان باشندگان ولسوالی ها برای واپسگیری ولسوالی های از دست رفته نقش اساسی را دارد. آنان همچنان از باشندگان ولسوالی هایی که زیر تسلط طالبان قرار گرفته است میخواهند که با هم اتفاق شده با نیروهای امنیتی کشور همکاری نموده و نگذارند که گروه جنگجویان خارجی بالایشان حاکم باشند. البته با آزادلک منشو قومای مردم کلدارده اتفاق اتحاد لگه پلانه همدستگی دی که بگم ورته کلده منو هیچ کم نادده حال almaydı. Şun talipleri koymasalar, oğlanlarını al gelseler, hemimiz birleşip talibi teröristi Pakistan'ını gümesek. Yakın günde bir 2-3 gün günde şu şortefe ulusallıkta biz varamız. Ta kilip geçe varamız, kilip geçe bir günde alabilsek varamız, 4 günde alabilsek varamız, varamız. Hemen tesviye kılamız inşallah. این در حالی است که همه شب گروه طالبان در مرکز ولایت های جوزجان، تخار و فاریاب حملات تهاجمی می کنند که پس از وارد شدن تلفات سنگین از سوی نیروهای امنیتی کشور از ساحه متواری می شوند. ادامه خبرها تا لحظات دیگر. با ادامه خبرها خوش آمدید. شمار از شهروندان کشور از طرح قیود شبگردی وزارت امور داخلی کشور استقبال می کنند. آنان می گویند که بیشترین جرم های جنایی در کشور از سوی دشمنان از طرف شب طرح ریزی آن را در روز عملی می سازند. شهروندان با استقبال از این کار وزارت امور داخلی کشور در تطبیق آن تأکید نموده می افزایند که قیود شبگردی بر تأمین امنیت شهرهای بزرگ مؤثر واقع خواهد شد. گزارش از محمد یاسین اسمتی. شماری از باشندگان کشور طرح قیود شبگردی از سوی وزارت امور داخله را مؤثر دانسته تاکید می کنند که بیشترین ترورهای هدفمند از طرف شب طرح‌ریزی می شود. آنان می گویند که قیود شبگردی می تواند در قسمت تامین امنیت شهروندان کشور مفید واقع شود. بدر ما از امروز خوش هستیم قیود شبگردی را دولت وضع کرده. دیگه ای به خاطر تامین امنیت ولایت ما بهترین کار است. ما از خوش هستیم.
قیود شبگردی بسیار مؤثر است، به خاطر که امی بعد از ده شب الا چهار صبح نتانند کشد. بسیاری اوباشا کسایی که ولگرد هستند در شهر گشت و گذار بکنند. شهروندار کشور از حکومت در عملی سازی این تر ابراز خرسندی کرده، می‌افزایند که باید تمامی شهروندان کشور به خاطر تامین امنیت شهرها قیود شبگردی را مراعات کنند. ما از دولت مرکزی خوش هستیم به خاطر قیود شبگردی وضع کرده که در زی الا چهار صبح به خاطر در این وضع یک تفاشکش با دمین شهر می‌گردد، مردم احتیاط‌زار می‌کنند. در همین حال سخنگوی فرمانده پلیس بغلان میگوید بعد از عملی سازی قیودات شبگردی در این ولایت، شمار زیادی از کسانی که از طرف شب دست به جنایت میزدند از سوی پلیس این ولایت بازداشت شده و به پنجه قانون سپرده شدند. مدیریت ضد توریسم قماندانی همین ولایت بغلان به نفر از مخالفین دولت از سایه شمرق شهر بلغمدی بازداشت کردند که یا در مربوطات دند شابودین فعالیت داشتند، در چندین عملات بالای پست‌های نیروهای امنیتی دست داشتند و همچنان در ساعات مختلف ولایت بغلان منگزاری میکردند، بازداشتند و فعلا قضیهشان تحت بررسی قرار دارد. قیود شبگردی در بیشتر از 30 ولایت کشور بجز از ولایت های پنجشیر، ننگرهار و کابل چند قبل از سوی وزارت امور داخله به خاطر جلوگیری از افزایش جرایم جنایی ایجاد شد که مورد استقبال گرم بسیاری از شهروندان کشور قرار گرفته است. کانون فرهنگی پیام صلح عروسی 12 زوج را برگزار کرد. اعضای این بنیاد هدف از راه اندازی این عروسی دست جمعی را جلوگیری از مصارف گزاف و مبارزه با فرهنگ های ناپسند گفتند. به گفته آنان تمامی مصارف این عروسی از سوی بنیاد خیریه امام حسین پرداخت شده تا باشد رسم های ناپسندی که مانع ازدواج جوانان می شود از بین برده شود. سویدن 124 هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک کرد. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که سویدن 124 هزار دوز واکسین کرونا را به این کشور کمک کرده است. این مقدار واکسین روز گذشته پنجشنبه به وزارت صحت عامه کشور تسلیم داده شده است. سخنگوی وزارت صحت عامه کشور به نمایندگی از وزارت صحت عامه این مقدار واکسین را تحویل گرفته، ضمن سپاسگزاری از کمک سویدن افزوده است که واکسین کرونا مؤثرترین راه برای کاهش ویروس کرونا است. آقای نظری همچنین گفته است که این مقدار واکسین کرونا از نوع آسترازنکا است و روند تطبیق آن از روز شنبه هفته آینده در مراکز صحی آغاز می شود. به گفته او این واکسین به افرادی تطبیق می شود که دوز اول آسترازنکا را قبلا دریافت کرده بودند و از دریافت دوز دوم آن به دلیل نبود واکسین باز مانده بودند. سخنگوی وزارت صحت عامه افزوده است که قرار است در آینده نزدیک دو محموله دیگر واکسین آسترازنکا از طریق برنامه کوواکس به افغانستان برسد. به مقدار 124 هزار دوز واکسین استرازنیکا امروز از کمک‌های کشور سویدن به افغانستان رسید. قرار است که این مقدار دوز واکسین برای او از هموطنانی که دوز اول واکسین استرازنیکا خود گرفته بودند و بنابر نبود واکسین دوز دومشان مانده، این واکسین به ولایت‌های مختلفه بر اساس از اون لست تقسیم شود. چند رویداد از جهان. چهل موازی متعلق به سازمان تروریستی و تجزیه طلب PKK در عملیات هوایی در شمال عراق مورد حمله هوایی ترکیه قرار گرفته و به خاک یکسان شد. وزارت دفاع ملی ترکیه در یک بیانیه خود گفته است که نیروهای مسلح ترکیه برای امنیت کشور و ملتش از دل ملت ترکیه بیرون آمده است تا از پا درآوردن آخرین تروریست به مبارزه با تروریسم ادامه دهند. عربستان سعودی پس از 1.5 سال وقفه به دلیل پاندمی کرونا از ماه آگوست به دارندگان ویزه توریستی اجازه میدهد تا وارد این کشور شوند. وزارت گردشگری عربستان سعودی تصمیم گرفته است که از آغاز آگوست 2021 دروازه این کشور برای گردشگران باز شود. وزارت گردشگری عربستان سعودی اعلام کرده است که دارندگان
وزارت گردشگری عربستان سعودی اعلام کرده است که دارندگان ویزای توریستی به شرط داشتن کارت واکسین کرونا PCR می توانند بدون قرنطینه وارد کشور شوند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مراسم یادبود کسانی که در جنگ کره جان خود را از دست دادند قول داد که روابط نزدیک خود را با پکن حفظ کند. کیم جونگ اون همچنین تاکید کرد که روابط دوستی بین دو کشور به منظور دستیابی به هدف مشترک از نسل به نسل دیگر منتقل خواهد شد. چین در کنار کره شمالی علیه نیروهای سازمان ملل متحد به رهبری کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا در جنگ کره جنگید که منجر آتش بس شد. این بود خبرهای این ساعت. وقت خوش. خدا نگهدار.